سیاسی بابک بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل افغان با درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم از تلویزیون پارس در خدمت شما با برنامه بازشناسی باورها. امروز روز پنجشنبه 25 خرداد برابر با 15 ماه جون یا ژوئن در خدمت یکایک شما بزرگواران هستم. در جلسه گذشته و برنامه قبلی به این اهمیت پی بردیم که ما و جامعه محصول باورها و اندیشه هایی است که از گذشتگان دریافت کرده، با خود هم کرده و امروز هم طبیعتاً این اندیشه ها رو در تضارب آرا و افکار دیگر نهله های فکری با خودش حمل میکنه و یک برایند و محصولی رو بیرون. و طبیعی است ما اگر امروز در درون جامعه خودمون هر کنش و واکنشی داریم، جدای از اون تفکر و برداشت‌های فکری ما نیست. هرچند ساختارهای اجتماعی هم که از دل همان اندیشه ها آمده بر ما تأثیر و تأثیر داریم. آنچه که اهمیت داره این است که ما یافتیم که دوران تقدیرگرایی به پایان رسید. یعنی انسان‌های عصر روشنگری آرام آرام وارد مؤلفه‌هایی شدند که کارگزاری انسان رو برجسته میکنه. برخلاف بسیاری از سنن و متون دینی که نقش تقدیرگرایی رو برای انسان حتمیت میده، یعنی انسان محصولی است تابع تمایلات یک موجود ماورایی یا الهیاتی یا به نوعی در جبر تاریخی مانده که قابلیت تغییر و تحول و تطور نداره، و این اندیشه باعث ایستایی انسان چه در زمینه عقلی چه در زمینه عملی. اما انسان‌های از روشنگری یافتند که انسان به واسطه عقل و خرد می‌تواند آن سرنوشتی رو که ادیان یا مذاهب و یا سنن برای انسان در نظر گرفته بودند رو تغییر بده. نیاز نیست برای بیماری‌ها و شفا از آن بیماری فقط دعا کرد، بلکه می‌توان اندیشی دارویی رو ساخت و از آن بیماری نجات بیاورد. در برابر بلایای طبیعی نیاز نیست که انسان به درگاه الهی تضرع بکنه که آن بلایا رو دفع بکنه، بلکه میتونه سازه های خوب بسازه، میتونه طبیعت رو البته تا آنجایی که در دسترس او هست مسخر خودش بکنه. بنابراین عناصر تجدد یعنی اومانیسم و بعد از آن عقل‌گرایی، فردگرایی، آزادی، همه اینها در پرتو تغییر باورها رخ داد. و اگر جوامع نتوانستند باورها و اندیشه های خود رو تغییر بدن، سرنوشتی همانند اسلاف خودشون خواهند داشت و بازماندگان و اخلاق اونها هم همین بخواهند. بنابراین طبیعی است بازشناسی باورها اهمیت بسزایی. اگر کمی به عقب برگردیم به انقلاب 57 نگاه بکنید، میبینید چرا روحانیت از دل آن اندیشه و تفکر و جامعه بیرون آمد. آگوست کنت وقتی مراحل فکری بشر تقسیم بندی میکنه، در تقسیم اولیه خودش معتقده که بشر در یک دوران ماورایی، الهیاتی و غیر عقلایی زندگی میکنه. در آن دوران بشر به نیروهای خاصی باورمنده و از این باور گروه‌های بیرون میان، مثل روحانیت، مثل کاهنان، مثل شمنها، مثل ساحران، کسانی که مدعی هستند از غیب خبر دارند، کسانی که مدعی هستند منبع اتصال انسان به یک موجود ماورایی هستند، افکار او رو میدانند، اقوال او رو تفسیر میکنند و در اختیار دیگران هستند. از دل این بستر و جامعه روحانیت به واسطه اون اتوریتی که داره دست بالا رو برای کسب قدرت هم خواهد داشت. و ما دیدیم در قبل از سال 57 محیط دینی، باورهای دینی چه از طریق سنت، چه از طریق باورهای مذهبی و چه فضای سیاسی که به اونها اجازه داد فعالیت بکنن، سبب شد که جامعه
توده‌ای شکل با باورهای دینی. و وقتی چون این جامعه‌ای وجود داره، روحانیت دست بالا رو خواهد داشت. وقتی تمرکز روحانیت بر روی اوقاف، نزورات، وجوه خمس و از آن طرف اتوریته و مشروعیت دینی، حق تفسیر احکام، حق تفسیر قوانین، کتاب الهی، پایگاه و جایگاهی که از زمان صفویه ایجاد کردن، خب طبیعی بود که اونها در برابر هر نهله فکری جدیدی دست بالا رو داشته باشن و رساندن آنها به قدرت کار سختی نبود. ما در گذشته هم دیدیم فتوای میرزای شیرازی در برابر ناصرالدین شاه نشان داده که تا چه اندازه نهاد دین میتوانست بر ذهن مردم حکومت کنه و تا درون دربار هم نفوذ کنه. بنابراین به جای اینکه بخواهیم مشکلات خود و عوامل سبب سازش رو به بیرون پرت کنیم، باید به خودمان نگاه. کار دشواری است. انسان همیشه از مسئولیت فراری است، از نقد فراری است، از خودشناسی فراری است، از بازشناسی باورها میترسه. به همین دلیل دشواری کار ما در اونجاست که اول خودمان نگاه کنیم، نه به دیگران. بنابراین طبیعی است باید یک بار این باورهای خودمون رو مورد دقت نظر کار بازشناسی باورها بدون خط قرمز به دنبال این هستیم که ببینیم این محصول انسانی که امروز وجود داره و در یک محیط جغرافیایی مثل ایران زندگی میکنه و بسیاری از عزیزان ایرانی ما در دیگر مناطق جهان پراکنده هستند، نسبت به امر اجتماعی چگونه، نسبت به امر سیاسی چه در، و همه اینها نیازمند است که ببینیم ما چه باورهایی رو داریم. مناسبت من در درون خانواده و مناسبات من در درون جامعه، چه در امر مدنی چه در امر سیاسی، برگرفته از باورهای ما. این که من نسبت به طبیعت چه دریافتی دارم، نسبت به حیوانات چه برداشتی دارم، نسبت به گروه‌های دیگر فکری چگونه می‌اندیشم، برگرفته از این است که ساختار ذهنی من چگونه ساخته شد، در زیر کدام دانش، کدام معلومات، کدام ساختارهای اجتماعی، این هنجارهایی که به من حکم میکنن که چگونه رفتار بکنم تا یک انسان در درون یک جامعه باشم از کجا میگیرم؟ از دل همین مفاهیم هست که شما هنجار مؤمنانه دارید که تکلیف شما در برابر یک خدا یا یک دین یا یک متن مقدس هست و شهروندی دارید، یعنی انسانی که یاد میگیره تحت قانون عرفی زندگی، نه اینکه باورهای خودش رو از دست بده، نه اونها رو هم داره، اما اولویت رو بر کدام بخش بگذاره. همه اینها به ما کمک میکنه که در فرهنگ ملی خودمان، چه در فرهنگ سیاسی، در اخلاق، در فرهنگ اقتصادی، در درون خانواده بتونیم زندگی خودمون رو سامان. بنابراین طبیعی است که شناخت موانع و مشکلاتی که موجب شده وضعیت ما امروز اینگونه باشد، مهمترین بخش بازشناسی باور است. ما در برنامه گذشته به یکی از این موانع پرداختیم، با آن سنت بود. سنتی که در جوامعی مثل ایران با آن سابقه تاریخی وجود داره. تمدنی که از برخورد تمدن‌های مختلف به وجود آمد. ما ایرانیان که امروز اینجا هستیم، چه بخواهیم باور بکنیم یا نکنیم، تمدنی رو داریم که از برخورد تمدن‌های دیگر می‌شود. که چهار تمدن رو میشه ذکر. یک تمدن، تمدن ایران باستان، آن چیزی که در درون آیین زرتشت، آیین میترا، آن ساختار سیاسی خاص خودش ایجاد شد، آن اخلاقیات خاص خودش ایجاد شد، در اون اسطوره ها، باورها و تمدن. فرهنگ دومی که بر ما تأثیر گذاشت فرهنگ اسلامی است، هرچند خود فرهنگ اسلامی هم فرهنگ ناب نیست، برگرفته از اندیشه های یهودی، مسیحی، عربی است، یمنی است و بسیار از این فرهنگ ها که هر فرهنگی رو شکل در درون اون هم شکل. وقتی اسلام به ایران آمد با خود یک فرهنگی آمد. در آینده نگاه خواهیم کرد که این فرهنگ چه خواهد بود، آیا اثرات مخرب داشته یا نه اثرات مفید داشته. سومین جنبه تمدنی که بر ما اثر گذاشت بعد از نهضت ترجمه و البته قبل از اون، در دوران حمله اسکندر به ایران، فرهنگ هلنی یونانی بود.
آن چیزی که در گذشته به مدت 81 سال در ایران حکومت کرد به عنوان حاکمان یونانی یا سلوکیان و بعد از اون بعد از نهضت ترجمه در آثار اندیشمندان سفارابی، ابن سینا و دیگر اندیشمندان که سعی کردن فلسفه یونانی رو به زبان ایرانی اسلامی جاسازی کنند. عناصری از اون فرهنگ هم امروز هم در درون جامعه ما وجود دارد. و فرهنگ دیگری که بر ما تاثیر گذاشت آن چیزی بود که بعد از عصر روشنگری در دوران قاجار به عنوان تجدد شناخته شد. مفاهیم مدرن، مؤلفه های مدرن، ابزار و تکنولوژی مدرن، همه اینها به سرزمین ما. بنابراین ما ایرانیان امروز محصول چهار فرهنگ تمدنی هستیم با شدت و ضعف. بخشای از این فرهنگ ها در جزئیاتی قوی هستند و بخش دیگر از این فرهنگ ها در همون بخش ضعف هایی رو دارن. تمام تمدن امروز هم همین. شما اگر یک اروپایی رو نگاه میکنید نباید فکر کنید او یک فرهنگ تمدنی خالص غربی ده. نه، بسیاری از فرهنگ ها از گذشته اونجا رفته، فرهنگ های یونانی، فرهنگ های اسلامی، اندیشه های ایرانی از گذشته وجود داشته و تا به امروز هم کشیده شده. در درون این عناصر تمدنی هم ویژگی های مثبت وجود دارد هم ویژگی های منفی. کار بازشناسی باورها اینه که ببینیم کدام یک از این عناصر ادله کافی برای ماندگاری دارد، یعنی به کار ما میان، و کدام یک از این بخش ها حتی اگر قدیمی باشن، مقدس باشن، برگرفته از تفکر آبا و اجدادی ما باشن، باید کنار گذاشته بشن. انسان های هر نسلی باید سنت خودش رو ایجاد. بنابراین شناخت اون مبانی و جزئیات تمدنی بسیار اهمیت داره که به خصوص وقتی در فرهنگ ما نگاه کنیم اونها برجسته هست. ظرف هایی رو ایجاد می کنند که ما در درون ظرف ها فکر، فرهنگ یک ظرف، در درونش تاریخ هست، اخلاق هست، هنر هست، ادبیات هست، اقتصاد هست. کدام یک از این عناصر فرهنگی به کار امروز ما برای ساخت یک جامعه بگیر؟ اساسا در عناصر تجدد وقتی بحث اومانیسم مطرح شد این است که همه چیز باید در خدمت انسان باشه. فرهنگ گذشته در این بود که همه چیز در خدمت خدا باشه، در خدمت یک سنت خاص باشه. در جوامع دینی خدا میخواهد انسان اینگونه باشه، رئیس قبیله میخواد انسان، پادشاه میخواد انسان. به تنها چیزی که اهمیت داده میشه خود انسان هست، خود مردم هست. اندیشمندان زیادی زحمت کشیدن تا این تفکر زعامت خدا یا موجودات ماورایی و متعالی از زندگی انسان زدوده بشه. اسپینوزا به عنوان یکی از پیشگامان همین عرصه معتقده که اندیشه هایی که مربوط به دیگرانه و خواهد اون رو تحکم بکنه به انسان قابل پذیرش نیست، چون اندیشیدن و تعقل حق و حکم هر انسان، مگر اینکه انسانی معتقد باشه من از خرد بی‌بهرم، از عقلانیت توشه‌ای ندارم. که من بعید میدونم انسان های امروزی با این حجم از دانش و تجربیات بخواهند کماکان ذیل مؤلفه هایی زندگی بکنند که اجداد چند هزار ساله او برای او آمده. امروز یکی از اون موانع رو بررسی میکنیم که بسیار هم مهم و آن دین مذهبی. تمام جوامع نسبت به مسائل دینی و مذهبی موازی رو داشت. دین و مذهب در انسان شناسی یکی از مهمترین شاخصه هایی بودی که زندگی انسان ها رو سامانه. پزشکی در ابتدا در علوم الهیاتی معنا داشت. اقتصاد، هنر، بسیاری از این مؤلفه هایی که شما میبینید در درون زندگی دینی معنا داشت. امر اجتماعی در درون دین معنا داشت. بارها این پرسش مطرح شده چرا
این همه انبیا برای خاورمیانه آمد، چرا ما در میان مردم امریکای لاتین، یعنی مردم باستانی، مردم گذشته اونها پیامبری نمیبینیم؟ چرا در میان بخش عظیمی از افریقا نامی از پیامبران نیست؟ یا در سرزمین های اروپایی نامی از پیامبران نیست؟ خب مسیح هم در منطقه در فلسطین به دنیا آمد، اونجا رشد کرد، و اگر دین او به اروپا رسید به این معنا نیست که او پیامبری از میان مردم روم بوده، نه. در اینجا به یک مسئله مهم می‌رسیم، با آن که انبیا محصول یک محیط جغرافیایی هستند که در درون اون محیط اتوریته توسط چنین اشخاصی به جامعه تزریق می‌شد. اتوریته یعنی افرادی که دارای حق مشروع امر و نهی و مردم با رضایت از اونا تبعیت. وقتی انسانی احساس میکرد در جامعه خودش کاستی‌های وجود داره و قصد داره اون رو اصلاح بکنه، خب نیازمند یک اتوریته است. اتوریته ها متعدد بودن. امروز اتوریته عقل، خرد، دانش، مردم. به همین دلیلی که شما وقتی یک کارشناسی در یک برنامه در حوزه تخصصی خودش صحبت میکنه، شما میپذیرید حرف او، به دلیل او اتوریته داره و این اتوریته رو از طریق کسب علم و دانش به دست آورد. در زمینه‌های مختلف، در تکنولوژی، شرکت‌هایی رو شما می‌بینید، برندهای بسیار معتبری دارای اتوریته هستند. امر و نهی نمی‌کنن، اما شما مجبور می‌شید اگر می‌خواید کالایی رو بخرید از آن شرکت بخرید، چون سوابق او، تجربه استفاده از محصولات او به شما گفته است که این محصول خوب است. بنابراین طبیعی است که در درون یک محیط جغرافیایی خاص و یک فرهنگ خاص، افرادی دارای اتوریته های خاصی هست. افرادی می آمدن برای اینکه جامعه خودشون رو از منظر خودشون البته اصلاح بکنن، مدعی بودن که من از غیب خبر دارم. آن غیب هم یک امر متعالی است، یک ساحت قدسی است، یک خدایی است که به من اخباری رو داره، دستوراتی رو داره. و این دستورات برای اینکه ما جامعه خوبی داشته باشیم به کار خواهد. و این افراد توانستن در درون جامعه تبدیل بشوند به انبیا. و خب وقتی یک نسخه جواب خوبی داد، دیگران هم از اون بهره می‌برند. برای همین است که انبیای متعددی ایجاد شدن در یک محیط کوچک. بنابر نقل آن گزارشات دینی، هرچند نامهایی در این زمینه وجود نداره، اما 124 هزار پیامبر برای یک منطقه کوچک ساخت. و دلیلش هم اینه که اینها اتوریته بود. در جای دیگری اتوریته ها متفاوت، شمنها، کاهنان، پادشاهان، فراعنه، همین ها اتوریته های خاصی داشت. بنابراین مسئله بر سر این است که این اتوریته ها با خودشان دستورات اخلاقی آورد، دستورات اقتصادی آورد، از پیروان خودشون، از گروه های مختلف اجتماعی اطاعت و تبعیت است. و در دل این اطاعت و تبعیت شما فرهنگ خاصی تولید میشه به نام فرهنگ دینی. ادیان مختلف فرهنگ دینی متفاوتی رو به جامعه، به همین دلیله که یک مسلمان رفتارش با یک بودایی متفاوت، یک بودایی رفتارش با یک یهودی متفاوت. این برگرفته از اون تعالیم، برگرفته از اون آموزش هاست. و امروز جامعه ما با فرهنگ اسلامی و بعد شیعی اون دست و پنجه دارد. طبیعیه که بشناسیم. این باور، این تفکر دارای چه ویژگی هاست. اولین و مهمترین مسئله‌ای که در این فرهنگ دینی وجود داره، که من در نوبت قبل هم عرض کردم، بحث مشکل معرفتی انبیاست. یعنی کسانی
در یک زمان خاصی که از ما بسیار دوره، در یک محیط کوچک، در یک محیط ابتدایی زندگی کردن، بالیدن، بزرگ شدن، پیروزی هایی داشتن، شکست هایی داشتن، اندیشه هایی داشتن. اما اون اندیشه ها، اون شکست ها و اون پیروزی ها رو به عنوان یک دستور برای آیندگان خودشون به جا گذاشتن. یعنی شما اگر میخواید یک مسلمان واقعی باشی، باید تبعیت بکنید از سنت رسول، از آیات قرآن. و اگر میخواید یک شیعه مخلص باشی، از سنت علی بن ابی طالب و امامان دوازده. در درون این فرهنگ، آن چیزی که برای شما بیادگار می‌ماند، معرفت و دانشی است که محصول یک جامعه ابتدایی است. گاهی نگاه میکنید هیچ سنخیتی میان آن جامعه و این جامعه وجود نداره. احکام اسلامی، صدر اسلام رو امروز مواجه کنید با کشورهای اسلامی، آیا اقتصادی که در مکه و مدینه بوده امروز با این اقتصاد جهانی قابل پیوندی؟ آیا اون باید و نبایدها با آن چیزی که امروز در درون جوامع مدرن وجود داره قابل پیوند؟ آیا ارزش ها و هنجارهایی که برای انسان ها شناخته شده که یک زن چگونه باشد، وظایف یک پدر چیست، وظایف یک مادر چیست، یک حاکم خوب چه حاکمی است، مردم به عنوان اتباع حکومت چه وظایفی دارند، آیا با جامعه امروز قابل تطبیقه؟ این تضادها حاصل همان خطاهای معرفتی است. یعنی کسی میاندیشد که اگر من امروز زندگی کنم در یک جامعه کوچکی مثل مکه یا مدینه، قطعا آیندگان من هم همین وضعیت رو خواهند داشت. دیگر نه تکنولوژی است، نه صنعتی است، نه جهانی شدنی است، نه تضارب فرهنگی وجود داره، هیچی وجود نداره. امروز ما وقتی برکنار هم هستیم، نمیدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد، در 100 سال آینده چه اتفاقی، مناسبات چه میخوان. بنابراین اگر یک انسانی مدعی باشد من مصلح اجتماعی هستم، برای امروز نسخه‌ای دارم، اما نسخه من برای آیندگان هم صادق، این میتونه بسیار بسیار برای یک جامعه خطرناک باشه، برای اینکه اون جامعه را از ایستایی در واقع از پویایی میندازه و جامعه ایستا میکنه. این مشکل معرفتی انبیا با یک مشکل بزرگ دیگری هم مواجه، با اون توتالیتر بودن. توتالیتر بودن به معنای تمامیت خواهی است، فراگیری است. یعنی اندیشه من فقط 4 دستور اصولی نیست، بلکه برای جزئی ترین امور زندگی شما هم به نظر من دستور دارم. در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه ادبیات، در حوزه سیاست، من به عنوان یک واضع قوانین نظر، این ادعای انبیاست. اینکه بسیاری از فقهای اسلامی از ابتدا گرفته تا امروز مدعی هستند اسلام برای همه چیز دستور دارد، نکته مثبت نیست، نکته منفی است. نشان میدهد که این تفکر توتالیتر هست که فقط بر روی 4 دستور اخلاقی استوار نیست، بلکه به جزئیات هم نظر داره. در درون این تفکر توتالیته دیگه حوزه عمومی و خصوصی معنا نداره. برای همینه که اسلام یک اندیشه سیاسی است، یک دین سیاسی است. یعنی کسانی که مدعی هستن ما با اسلام سیاسی مشکل داریم، حرف بیهوده ای میزنن، حرف مهملی است، چون اسلام اساسا سیاسی است. یعنی احکام اسلام نیامده که فقط جنبه شخصی برای افراد داشته باشه، بلکه اونا باید در جامعه اجرا بشن. جهاد یک امر سیاسی است، انجام حج، پرداخت خمس، نوع مراوداتی که شما با دیگران دارید، حتی چه زنانی رو برگزین، همه اینها جنبه های سیاسی است. شارع این دین و واضع این دین و سنت
دستور به جهاد داده برای اینکه اندیشه های خودش رو جاری بکنه. بیش از 70-80 غزوه و سریه در اسلام افتاد. خب اینا برای چه؟ اگر فقط جنبه ارشادی داشته بود، اجباری هم نیست، جنگ و جهادی هم نیست. بنابراین طبیعی است که این جنبه توتالیتر بودن وقتی وارد همه حوزه های اندیشه و تفکر میشه، جا برای خلاقیت باقی نمیذاره، جا برای تنوع و تکثر و شنیدن آراء دیگران باقی نمیذاره و از دل اون سرکوب میشه، چون شما مدعی حقانیتی. وقتی اندیشه توتالیتر شد، مدعی حق مطلق هم بود، یعنی اینکه من صلاح مردم رو بهتر از همه دیدم، برنامه ها و ابزارهای جامعه رو بهتر میدونم. خب طبیعی است بقیه نهله های فکری و گروه های فکری رو سرکوب کنه، تعبیری است که پوپر به کار میبره. وقتی شما نتوانید گروه های دیگر رو بپذیرید به عنوان بخشی از جامعه، سعی میکنید اونها رو سرکوب کنید، چون مخل برنامه های شما خود. از دل این هویت های دیگر جامعه نمیشه، یک جامعه یک دست مطلوب این مذهب یا دین، چون به دنبال یک هویت واحد. از دل همین هویت واحد هست که سرکوب ها رو زرتشتیان با سرکوب بشن، مسیحیان باید سرکوب بشن، یهودیان سرکوب بشن. من و تحریم فلسفه در اسلام به خاطر همین هاست، چون هویت ها دیگر هویت غیر دینی نمیتونه باشه، غیر اسلامی نمیتونه باشه، غیر شیعه نمیتونه باشه. اگر هم در بخش های سرکوب نشد، به خاطر اینکه حکومت ها نتوانست، دستشان نرسیده که سرکوب بکنن. امروز هم همین، اگر جمهوری اسلامی شمشیر خودش رو بر همه بار نمیکنه، نه به خاطر اینکه نمیخواد، نه به خاطر اینکه نمیتواند. ساختارهای بین المللی، قواعد بین المللی، جامعه جهان مانع از این هستن که جمهوری اسلامی بخواد رفتارهای وحشتناک داشته باشه. از آن طرف سنت مردم، بلوغ و بالندگی مردم اجازه چنین کاری رو نمیده، وگرنه نیت فقها برای این بوده است که همان گونه که داعش و طالبان بودن، ما هم همین گونه رفتار. اگر نتوانستن به خاطر سوابق گذشته بود، مردمی که برای مشروطه قیام کردن، مردمی که به دنبال آزادی ها بودن، مردمی که میراث تمدنی در درون خودشون دارن، مقاومت کردن. بنابراین طبیعی است این ایدئولوژی، این باور مذهبی به دنبال توده سازی است، به دنبال امت سازی است و برای این کار هویت های دیگر رو نفی، گروه های دیگر رو از بین میبره. در درون ایران ما جامعه مدنی معنا نداره، گرایش های مختلف فکری و جنسی معنا نداره. این تفکرات رو شما در اندیشمندان بزرگ هم میتونید ببینید. فارابی به عنوان یک اندیشمند بزرگ فلسفی سیاسی در مدینه فاضله‌ای که ترسیم میکنه، معتقد کسانی که ملحد هستن یا اندیشه های مخرب دارن، برای اون عقل فعال باید احض بشه. این هویت زدایی همیشه در درون تفکر دینی وجود داشته. هر چقدر یک دین توتالیترتر باشه، خود رو از یک منبع قدسی بدیده، مواجهه با اون دشوارتره. شما در اندیشه های شیعی هم حاکم مقدسه و هم حکم، یعنی ما با یک جنبه خشنتری از انواع جنبه های قدسیش روبرو هستیم. شما در میان برخی گروه ها ممکنه خلیفه مقدس نباشه، یا آدم عادی باشه که مردم برگزه و در برابر احکام او چون و چرا هم بکنه، اما در تفکر شیعی که امروز فرهنگ اجتماعی و سیاسی مرتشکیل داده، امام که حاکم اصلی جامعه هست، شخصی است که مشروعیت خودش از خدا او برگزیده خداست، از یک مقام قدسی برخورد و احکام او هم
احکام قدسی است، چون معصومه، انسان معصوم یعنی خطا نمیکنه، گناه نمیکنه، اشتباه نمیکنه. خب شما چگونه میخواید او رو زیر سوال ببرید؟ عدم اجرای حکم یا تشکیک در یک حکم نیازمند یک زمینه است، آنی که من بدانم سلیمانی امیری انسان است خطاکار، بنابراین به او تذکر میدن در حکم او چون و چرا میدن. اما وقتی حاکم مقدس است به این خاطر که معصومه، علم لدنی داره، خب دیگه او عقل جامع هست و عقل جمع یعنی عقل همه مردم در برابر عقل جامع محلی از ارادت. این گونه بوده است که ما همیشه در برابر بزرگان دینی زبان الکن داشتیم، اعتراض نکردیم. کار به جایی رسیده بود که در دوران گذشتم بود، وقتی صحبت از روح الله خمینی بود گفتم خب مگر سید رو میشه کشت؟ مگر سید آدم بدی میشود؟ مگر آخوند آدم های بدی هست؟ امروز وقتی به سراغ امامزادگان می رویم برای که درد ما رو درمان کنن یا نیات و احساسات و مطالبات ما رو پوشش بدن، برای همین چون در اونها یک ویژگی های قدسی دیدیم که این ویژگی های قدسی اجازه این که ما خلاق باشیم رو ندیم، اجازه این که ما مشارکت بکنیم، رقابت بکنیم، توسعه اجتماعی به همراه بیاریم ندارد، چون در حوزه اخلاق همین نظرها داده شد، در اقتصاد همین نظرها داده شد و تفکیک حوزه خصوصی و عمومی هم ممکن نیست. امروز یک بانو در درون خانه با طبق تعالیم اسلامی رفت، یک مرد هم همین. این عدم تفکیک حوزه عمومی و خصوصی آن چیزی که در جهان مدرن وجود داره و به عنوان سکولاریسم شناخته میشه، امروز در درون اسلام وجود نداره. جامعه هم که میراث فرهنگیش این باورهای مذهبی باشه، راه دشواری برای سکولاریسم، برای لایسیته. آنقدر آیات و سنت قطور وجود داره در مورد اعمال اجتماعی، پدیده امر به معروف و نهی از منکر پدیده کوچکی نیست، جزء فروع این مذهب و دینه. در بسیاری از دولت‌های اسلامگرا و سنتی امر به معروف تبدیل شده به وزارتخانه، یعنی وزارت امر به معروف و نهی از منکر. معروف همان چیزی است که شناخته میشه، آن چیزی که قرآن و سنت شناسان، که اینها درست نه. اینها اموری هستند که باید اجرایی بشه و منکرات هم چیزهایی هستند که شارع اونها رو نهی کرد، ناپسندن، قبیح. دستور به امر به معروف و نهی از منکر یعنی دخالت در امور اجتماعی، دخالت در نحوه زندگی دیگران، در نحوه پوشش دیگران، در نحوه مناسبات دیگر. و وجه دیگر این توتالیتر بودن مجازات های وحشت بود. یعنی شارع اسلامی فقط به شما نمیگوید من پیشنهادی به شما دارم، اگر انجام دادید خب، اگر ندادید هم هیچ ایرادی ندارد. او میگوید باید انجام بدی و اگر انجام ندی هم با مجازات های دنیوی و اگر هم نیاز باشد مجازات های اخروی رو. بسیاری از این مجازات های حدی و تعذیبی حاصل همین امر و نهی هاست، کاری که یک مؤمن باید انجام بده و نه، از شلاق گرفته تا سنگسار، مجازات های وحشتناکی که ضمانت اجرای این فرهنگ نیست، که جنبه های توتالیتر بودن او به جنبه شخصی افراد هم رسید، که اگر زن و مردی با هم ارتباطی دارن، اگر محسن نباشن که خب شلاق، اگر محسن باشن سنگسار میشه. یعنی اگر مردی زنی داره یا زنی مردی رو داره و دست به زنا بزنه سنگسار میشه. در صدر اسلام هم اینا انجام شده، نه اینکه شما فکر کنید کار فقها هاست، نه. از اینجا به جنبه دیگری از تخریب دین در فرهنگ امروز ما میپردازیم،
بحث ورود و خروج احکام. دین سعی کرده مکانیزمی بسازه برای اینکه فراورده های دینی تولید بکنه، یک دستگاهی که در اون دستگاه محصولات دینی ساخته میشن. این محصولات چگونه؟ این محصولات بر یک پایه استوار که شامل کتاب خدا یعنی قرآن، سنت، عقل که منظور عقل دینی است نه مستقلات عقلیه، و اجماع در درون شیعه. در میان اهل سنت عناصر دیگری هم وجود داره مثل قیاس، استحسان، مصالح و دیگر. من این ابزارها چه تولید میکنن؟ زمانی که جامعه امروز در مورد یک مسئله دچار سوال میشه که آیا این امر اخلاقی است یا خیر، آیا این امر رو میشه انجام داد یا نه، فرهنگ دینی و ساختار دینی به شما میگوید این سوال رو به اون دستگاهی که ما به شما معرفی کردیم یعنی سنت، قرآن، عقل و اجماع احاله بدید. اگر از نظر این دستگاه مغایرتی با دین نبود انجام بود، اگر مغایره با دین بود نباید انجام بود. یعنی این مکانیزمی که دین برای ما ساخته محصولات و وقایع امروزی رو هم دستخوش همان فرهنگ دینی میکنه. وقایع و رویدادهای امروز به دستگاه دین ارجاع میشه، دستگاه دین محصول اون رو بیرون میده که آیا این حرام است، آیا این حلال است یا چیز دیگه، که ما برای این پدیده میگیم اجتهاد. در درون شیعه بهش میگن اجتهاد. اجتهاد یعنی توانایی استخراج احکام دینی از ادله چهارگانه که عرض کردم: قرآن، سنت، عقل و اجماع. در این فرایند باز هم شما میبینید وقایع روز با نسخ دینی قابل حلن، وقایعی که محصول تغییرن، تحولن، نیازمند عقلانیت امروزن، اما وقتی به دستگاه دینی میدی از اون یک فرایندی میسازه که هیچ سنخیتی با عقلانیت امروز نداره، چون اون مؤلف ها محصول زمان گذشتن، با یک سیستم خاص خودش کار میکنه، توانایی پاسخگویی به وقایع امروز رو نه. از دل همین فرایند و دستگاه است که مغایرت ارزش‌های دینی با ارزش‌های امروزی ایجاد میشه. یعنی وقایع امروز رو ما به دستگاه دین میدیم، دستگاه دین سعی میکنه چیزی رو بیرون بده که از اون به عنوان سنت و بدعت یا سنت و تجدد نام. تمام اختلاف ما در دوران تجدد یعنی در دوران قاجار به بعد به همین برمیگشت. شما فرض کنید در دوران قاجار بحثی شد بر سر اینکه آیا مردم می توانند مجلسی داشته باشند که در درون اون مجلس بیاندیشند، فکر کنند، قوانینی رو متناسب با روز تنظیم کنند. فقهایی مثل شیخ فضل‌الله این مخالف، از نظر اونها این ارزش های جدید مغایر با شریعته، امری رو که خدا حلال کرده حلال، امری رو که خدا حرام کرده حرام، امری رو هم که مباح کرده مباح. بنابراین مجلس چیز رو میخواد تصویب کنه؟ آیا میخواد مباحی رو حرام کنی؟ میخواد حلالی رو حرام کنی؟ یا بالعکس؟ اینجاست که اون رساله رو تذکرت الغافل و ارشاد الجاهل، فتوای حرمت آزادی در اندیشه این افراد همین برمیگرده. چون برمیگردیم به این آیا آزادی که من عرض کردم یکی از مفاهیم تجدد، مفاهیم مدرن و بسیار مهم به تجدد، آیا مجاز است؟ خب فقیه میبینه نه، آزادی یعنی که افراد آزاد باشن در
انتخاب دین، در انتخاب بیان، اینکه نقد دین بکنن، بر علیه سنت‌های اسلامی سخن بگن، آزادی عقاید خودشون رو داشته باشن. امروز مسلمانن، فردا چیز دیگری بشن، امروز شیعه هستن، فردا یک فرقه دیگری رو انتخاب بکنن. خب این در اسلام به رسمیت شناخته نشده. بنابراین وقتی شما ارزشی مثل آزادی به اون دستگاه دینی میگی، فراوردش میشود یا حرمت یا به نحوی آزادی تخصیص میخوره که عملا دیگه نشانی از آزادی نیست، یه کالای معیوبی رو به شما. بسیاری از مسائل مستحدثه و حادثه امروز ما محصول همین فرایند تخریبی هستند که نامشو گذاشتن اجتهاد، و افرادی به عنوان مرجع تقلید مسئول این تخریب و خرابی ارزش ها هستند. به همین دلیلی که اونها با افکار مشکل دارن، یعنی دوست ندارن آزادی، مفاهیم مدرنیته و خیلی چیزهای دیگر رو بپذیرن، اما ابزارش رو دوست دارن چون ابزار خطرناک نیست. از صنایع موشکی گرفته تا تلفن‌های همراه گرفته تا ماهواره‌ها گرفته، از همه چیز استفاده، وسایل سرکوب گرفته، اما هیچ وقت از آزادی‌های غرب استفاده، از دموکراسی در غرب استفاده. برابری طبیعی است. مقابله روحانیت در برابر ارزش‌های امروزی برای ما ملموس‌تره، چون این ارزش‌ها در گذشته وجود نداشت. در 500 سال قبل این ارزش‌ها وجود نداشت. دموکراسی ارزشی به این معنا نبود، هرچند سابقه‌ای در یونان و روم داشت برای مدت زمانی، اما فراگیر نبود. مفاهیم اومانیستی فراگیر نبود، آزادی‌های فردی فراگیر نبود، ارزش نبود. اساسا اسلام یعنی تسلیم، نه آزادی. تسلیم در برابر امر خدا و رسول. در درون این فرهنگ دینی طبیعی است آزادی معنا نداره. شما از چه چیزی میخواید خودتون رو آزاد کنید؟ از تفکر دینی؟ از احکام دینی؟ خب طبیعی است این فرهنگ دینی رو نمیپذیره. ناظران و مجریانی هم برای اون در نظر گرفته. در گذشته اشخاص یعنی مؤمنان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو داشتن. آرام آرام که تبدیل شد به یک نظام سیاسی، محتسب این کار رو انجام میداد، و امروز که در درون یک جامعه ارگانیک و سازمان یافته زندگی میکنی، سازمان هایی مثل امر به معروف و نهی از منکر و وزارتخونه هایی این کار رو انجام، گشت ارشاد هایی که امروز می‌بینید در خیابان زنان مردم و دختران مردم رو می‌زنن، همان دستورات شرعی رو رعایت، همان قوانین فرهنگ دینی رو رعایت، چون هدف آن تفکر دینی این است که برنامه جامعه رو من می‌شناسم، هدف رو من می‌دونم، ابزارهای موصلیت به هدف رو هم من در اختیار شما دارم. در درون این تفکر طبیعی است شما یک جامعه داشته باشید که حق تنوع و تکثر رو به رسمیت بشناسه. دیگر مشکلی که در درون این تفکر وجود داره مقابله با عقلانیت، خرد ستیزی است. وقتی قرار است تعالیم، احکام، اوامر، نواهی از جانب یک مرجع بالاتر بیاد، طبیعی است انسان ها دیگه مسئولیت اندیشیدن ندارن، چون گروهی اون رو اندیشیدن و این رو در اختیار انسان امروزی قرار داد. یک مؤمن کمتر می اندیشه مگر در منطقه الفراغ، یعنی جاهایی که دین به او دستور نداد، اما در جایی که دین به او دستور داده، شریعت به او امر کرده، مذهب نهیش کرده، خرد خودش رو بکنه، مگر اینکه مدعی باشد عقل من از خرد خدا یا حکمت خدا بیشتر.
عقل من از عقل جامعه پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب بیشتر. زمینش یعنی این. وگرنه انسان مؤمن یعنی کسی که ایمان داره، انسان مسلمان کسی که تسلیم امر خداست، حق چون و چرا و امر و نهی. به همین دلیلی که در آیات متعددی در قرآن اشاره شد. شما به آیه 216 سوره بقره نگاه بکنید. میگه کتب علیکم قتال، جهاد بر شما مقرر شد. و بعد ادامه میده میگه بخشیش رو دوست داری، بخشیش رو دوست نده. و بعد حکم کلی میده که چه بسا چیزهایی که شما دوست داری اما برای شما بده و چیزهایی رو که دوست نداری اما برای شما خوبه. و در انتها میگه خدا میدانه و شما نمیدانه. یعنی مهم نیست که شما مردم چه فکر کنید. یک عقل کلی وجود داره. این عقل کل در یک سندی مطالب خودش رو گفت. کار تبیین او رو هم به عهده اشخاص خاص نهاد. از پیامبر اسلام شروع بکنیم تا در درون جامعه شیعی ما امامان 12 و سپس نمایندگان اونها، یعنی که از طریق همون مکانیزم اجتهاد کار انقیاد مردم رو به عهده. وقتی میگید مرجع تقلید، تقلید از قلاده است که قلاده از آن نیست. یعنی همان گونه که قلاده ای بر گردن یک حیوانی میگذارند و او رو به این طرف آن طرف میکشند، مرجع تقلید هم از نظر فکری این کار رو میکنه. به همین دلیل است که شما به رساله ها مراجعه میکنید، رساله های عملیه، که ببینید چگونه باید عمل بکنید. اگر رفتاری رو انجام دادم یا میخوام انجام بدم، آیا از نظر مرجع تقلید من این رفتار مطلوبه، درسته یا خیر؟ اگر در رساله عملیه رو پیدا بکنید که فبه، اگر پیدا نکنید باید به دفتر اون مرجع نامه‌ای بنویسید، سوال بکنید، یه استفتایی بکنید که آقا این کار انجام بدیم یا نه. این یعنی خرد ستیزی، این یعنی عقل ستیزی. در آن بخش هایی که نصوص وجود داره، یعنی متن مشخص و روشن وجود داره، حالا آیه از قرآن یا روایت، آنجا دیگه اجتهاد معنا نداره چون مطلب مشخص. اما در جایی که نص وجود نداره، مسائل مربوط به مسائل مستحدثه هست، خب باید اجتهاد. و یک شخص هم وقتی اندیشه دینی داره دیگه نمیگه من فکر میکنم این کار درسته، یا دلیل بیارم که این کار درسته، یا از تجربه مردم سرزمین های دیگر استفاده بکنم که این راه رو رفتن و درسته. میگه نه، باید از مرجع تقلید خودم سوال که آیا با دخترم این رفتار رو انجام بدم، آیا با این زن ازدواج بکنم. بسیار از این سوالاتی که از مراجع تقلید میشه در همین راست. فقط کافیست یک نگاه ساده به برخی از این استفتاءات داشته باشید که ببینید مردمی چطور ساده ترین مسائل رو از یک مرجع تقلید سوال میکنه. طرف اندیشمند، ذهن ریاضیاتی داره، مهندس، پزشک، اما آنقدر باورها و فرهنگ دینی در اون نقش بسته که برای ساده ترین امور زندگی خودش هم نیازمند فتوای یک مرجع. این جنبه های خرد ستیزی نه در بعد شخصی که در بعد اجتماعی هم وجود داره، سرایت میکنه در ابعاد سیاسی. این گونه و از دل این فرهنگی که ولایت فقیه سر میکشه، بستر رو مناسب میده، حتی نیاز نداره که اون ادله قوی خودش رو اقامه، چون بستر تثبیت این باورها از گذشته وجود داشت. مسئله دین یکی از مهمترین مسائل است که در یک برنامه قابل جمع نیست. ضمن که در آینده وارد جزئیات رو خواهیم شد، مقابله دین با عقل و فلسفه و خردسپید تا چند اندازه است، تا چند اندازه میتونیم اون رو تحمل بکنیم.
بنابراین این مناسبات فرهنگی جنبه های بسیار پر اهمیت داره. دین ساختارهای خاص خودش رو هم ایجاد کرد. من در ابتدا عرض کردم بحث تقدیرگرایی رو. تقدیرگرایی در درون اندیشه های دینی وجود داره. هرچند اندیشه های اختیار هم وجود داره. اما اون هم ذیل همان تقدیر الهی معنی میشه. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا هست. مفاهیم بسیار مهمی. خداست که عزیز میکنه. عزت میده. و خداست که ذلیل میکنه. ذلت میده. این در بقیه و فرهنگ های دینی هم وجود داره. در مسیحیت هم وجود داره. خیلی ویژه ای هم وجود داره. اما در درون سنت مسیحی اندیشمندانی آمدن و این صد رو شکست. تا بتونن جامعه‌ای داشته باشن که با خرد، عقلانیت و با استفاده از تجربیات خودش سنت بسازه، قانون بسازه، حکم بسازه. نه صرفاً قال الله تعالی یا قال رسول الله، بر سرنوشت دیروز و امروز و فردای بشریت حکومت. اگر یک بار نگاهی عمیق بندازید به باورهای خود، چقدر مناسبات ما حاصل این اندیشه ها و تفکری نیست. بنابراین یکی دیگر از موانعی که ما نیازمند بازشناسی اون هستیم و کار بسیار خطرناکی هم و در این راه جانها رفت، مالها رفت، فشارهای زیادی، تهدیدهای زیادی، ترورهای زیادی بران اندیشمندانی که در صدر بودن. یکی از مهمترین موانع پیشرفت بشریت که دین و مذهب هست رو بشنس. این به این معنا نیست که همه مؤلفه های مذهب بدن. به این معناست که در درون اون بسته مذهبی موانع بسیار مهمتری وجود داره و مضرات اون خیلی بیشتر از فواید اون هست، به خصوص برای امروز که هرچه میگذره میزان مضرات و مشکلات و دشواری های اون خیلی بیشتر به چشم میاد. اگر به 1000 سال قبل میرفتی شاید فواید مذهب کم نبود. خیلی از اندیشمندان هم به این مسئله اشاره کرد. در امر سیاسی مذهب رو به عنوان یک واحد یک پارچه در نظر، از هابز گرفته، از مکیاولی گرفته. در درون جامعه ما شاه اسماعیل صفوی یکی از چنین شخصیت هایی است. بنابراین بسیار مهمی که ما بتونیم باورهای مذهبی رو از دریچه دیگری بشناسیم و مورد رصد کنیم. با توجه به اتمام وقت برنامه امروز ما، مسائل دیگری هم مانده که در نوبت دیگر عرض کنم. با تشکر از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون فارس تا جلسه آینده و برنامه و بدرود محبوب. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hideri-lawgroup.com. خواستم تشکر کنم از شما. اون جیول بیزی که ما اوردر کردیم هفته پیش رسید و ورکینگ وری ویل. خواستم تشکر کنم از شما. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31.
از شبکه جهانی تلویزیون پارس. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه‌های مناسب می‌بریم. کمی روغن اضافه می‌کنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون می‌پاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ می‌کشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب می‌کنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را میتوانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ی جی ال ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. جی ال ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت جی ال ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن جی ال ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن جی ال ویز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. خط تماس با تلفن‌های منزل و موبایل در تمامی شهرهای ایران می توانید از اپلیکیشن ریل تاک استفاده کنید. اکنون در تمام دنیا ریل تاک جایگزین کارت‌های تلفن سابق شده، تنها راه ارتباطی مطمئن با ایران می باشد. برای این منظور ابتدا اپلیکیشن ریل تاک را از اپستور خود پیدا کرده و نصب کنید. با انتخاب این گزینه در قسمت پلنز، گزینه پی از یوتاک پاپ اپ را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر خود را خرید کنید. باید در نظر داشته باشید که تنها راه خرید شارژ در تلفن‌های iOS پرداخت از طریق اپل پی می باشد. مطمئن شوید که کارت اعتباری موجود در اپل پی شما معتبر است. اگر هم تلفن اندروید استفاده می کنید، قبل از خرید حساب پیپل خود را تشکیل دهید، چرا که پیپل تنها راه خرید شارژ می باشد. مانده اعتبار شما همواره در بالای صفحه مشخص خواهد بود. شما می توانید قبل از تماس نرخ مکالمات را در قسمت ریت چکر ببینید. در ضمن زمان امکان مکالمه با توجه به موجودی اعتبار شما در اینجا دیده می شود. اکنون با استفاده از صفحه شماره گیری، پس از وارد کردن کد کشور و شهر مورد نظرتان، شماره تلفن دلخواهتان را بگیرید. ریل تاک، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه ارتباط با عزیزانتان. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. ای
ان شاء الله که خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیریا سیلیکون ولی و اکرش کنید جانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز ناظرین گرامی هستم. خب زمان بوش پسر یک شعاری به وجود اومد و یه شعار پخش شد به عنوان نظم نوین جهانی. نظم نوین جهانی از اونجا شکل گرفت که بوش پدر تصمیم گرفت که به عراق حمله کنه و در اون زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی داد که میشه به عراق حمله کرد. بنابراین تمام کشورهای چه نزدیک و متحد آمریکا بودن نیرو فرستادن، یعنی یه نیرو بین المللی به عراق رفت و اون زمان هم مخالفتی چین و روسیه نکرد. جنگ اول خلیج فارس صورت گرفت و بعد از اون گفتن نظم نوین جهانی و در زمان بوش پسر این نظم نوین جهانی در واقع همچنان ادامه پیدا کرد. ولی در حمله دوم خانواده بوش به عراق شورای امنیت در واقع رأی به اون صورت نداد که همه کشورها میتونن متحد بشن برای حمله به عراق. بنابراین خود آمریکا بود و متحدین غربیش مثل انگلیس و استرالیا و کانادا و اینا، فرانسه و غیره نیرو فرستادن. حالا از اون زمان به بعد ما این نظم نوین جهانی با اون شرط در صورت به شکل اتحاد کلی بین دول نمیبینیم. حالا آقای رئیسی، ابراهیم خان رئیسی رفته ونزوئلا. در ونزوئلا میگه که ما یک نظم نوین جهانی به وجود آوردیم. نظم نوین جهانی. منظورش اینه که ایران، ونزوئلا و کوبا با خواسته های آمریکا کنار نیومدن و آمریکا اینا رو تحریم کرده، تحریم ها کار نکرده. چون میدونید که همین تحریم هایی که کم و بیش نثار جمهوری اسلامی شده، نثار ونزوئلا و در بغل کوبا هم هست. واقعا رئیسی رفته ونزوئلا، از اونجا میره کوبا و فکر میکنه آقای رئیسی، ابراهیم خان رئیسی، که اگر ونزوئلا و ایران و کوبا تصمیم بگیرن که یک کاری بکنن تمام دنیا مجبور انجام بدن، یه نظم تازه جهانی رو اینا به وجود آوردن. ببین چجوری از جملات این آقای رئیسی بهره برداری میکنه. وقتی اونا میگفتن نظم نوین جهانی، تمام کردن کلوفتای دنیا توش بودن. سه تا کشور در به داغونی که دولتاشون از پس کوچکترین خواسته های ملتشون برنمیان، میخوان نظم نوین جهانی درست کنن. مثل اون آقای احمدی نژاد بود دیگه، میگفت که اون نشست هشت کشور بزرگ جا، میگو ما هم هستیم، میگو ما هم هستیم، ما هم جز کشورهای بزرگ هستیم. نه با جان، با جملات که نمیشه مردم ها سرشون کلا گذاشت. واسه خنده دنیا میشید وقتی آقای ابراهیم رئیسی میگه که ما سه تا کشور نظم تازه رو در جهان باب کردیم. خب آقای رئیسی، من یه چیزی خدمتتون عرض میکنم. تشریف بردی در تهران، رفتید ونزوئلا، بعد هم یه سری محلات تهران میزنید، مردم آب دارن. امروز یه من چند تا از دوستان همکلاسی سابق دانشکده ما یک مطلبی در فیسبوک یه پستی گوشه که چی آب داره چی نداره. یکی از رفقای ما که استاد دانشگاه هم هست میگه من 6 روز آب تو خونم نیست، آب وجود نداره، من حموم نمیتونم بکنم، توالتمون آب نداره، هیچ آب نیست. و من برای گرفتن حموم مجبور شدم برای حموم عمومی. یکی دیگه نشسته آب مثل قطعه چکون میاد، اصلا فشار نداره. یکی میگه که من نمیدونم سوار وانت میشم میرم یک منطقه بسیار بسیار دوری، اونجا چند تا نمیدونم
الان آب میگیرم و میارم خونم. آره اول از همه قبل که دنیا رو یه نظم نوین جهانی بهش بدی، اول فکر آب مردم باشی. مردم خودمون که آب ندارن. از اون من میگید که باید وضو بگیرید، نماز بخونید، طهارت و فلان و بیسار اینا. یکی از دانشجوهای سابق همکلاسی من اشتاقا چون من 10 روز خودم رو نتونستم باسنم رو بشورم، نمازم میخوام بخونم. خب یه فکر که باید باسن کسی به ملت بکنید که نتونستن بشورم و مجبوره همون یه نماز بخونم. خب فردا خدا خیلی شما رو میگیره آقای رئیسی، آقای رهبر میگیره آقا که نتونستید حتی باسن مردم آب بهش برسونید. و از صحبت از نظم نوین جهانی میکنن، خب خوب صحبت میکنن، گندگویی زیاد میکنن و نبض مردم هم مردن. من دارم یه چیزایی میدیستم از خاطرات خودم در مورد 14 خرداد سال 1342 که شورش اول خمینی شکل گرفت. میدون خمینی چی میگفت اونجا؟ اولی بار میگفتش که قوم رو منبر رفت و گفتش که این شاه اصلاحات ارضی کرده، به حق اراضی مردم رو به زور گرفته و به کشاورزا داده، حق رأی به زنا داده که خلاف خواسته اسلامه، و مهمتر از همه کپیتالیسم رو به ایران برگردونده. و مثال میورد که اگر یک آمریکایی گروبان آمریکایی یه ایرانی رو بکشه، اون رو در ایران نمیتونن محاکمش کنن، باید ببرن آمریکا محاکمش کنن. و یه مثال مایه عامیانه که مردم رو تحریک میکرد دیگه. حالا خودش رو نگاه کنیم، امروز 180 تا از افغانیهایی که مجرم بودن در ایران جرم کردن، جنایت کردن، تحویل طالبان دادن. خب این چه فرق میکنه کاپیتالیسیونی که آقای خمینی اون بالا منبر میگفت، اون حرفای عوام فریبانه که این مرد زد؟ ولی هیچکی الان بلند نمیشه تو خیمون را بیفته که ما در مقابل طالبان اینقدر ذلیل شدیم که نمیتونیم افغانها رو تو مملکت خودمون محاکمه کنیم. بعد شما صحبت از نظم نوین جهانی میکنید. وقتی بوش صحبت از نظم نوین جهانی میکرد، یک قراردادی رو با روسیه، با چین، فرانسه، انگلیس، آلمان، نمیدونم همه کشورهای اروپایی، اسپانیا، فلان با هم بستن، کانادا، استرالیا که هر کاری میکنن